امران خان با کابل آمد نمایش تابوت های خالی در مقابل تابوت فروشی ها ممنوع شد راکت طالبان در قندس هفت غیر نظامی را کشت جنایت جنگی در افغانستان دولت استرالیا عذر خواهی کرد با یاد خدا به یک از دیگر از این چینل خوش آمدید نمایش تابوت های خالی در مقابل تابوت فروشی ها ممنوع شد امرالله سالی معاون نخست ریاست جمهوری نمایش تابوت در مقابل دکان های تابوت فروشی ممنوع شد امرالله سالی گفته که نمایش تابوت خالی در جاده ها و نصف لحوه های عجیب و غریب با عکس قبر تاثیر روانی منفی دارد امرولا صالح پنج شمه بیست در یاد داشته در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که تابوت فروشی ها اجازه نمایش تابوت را در مقابل دکانهای خیش ندارند. و نصف لحوه ها با عکس تابوت و قبر ممنوع شده است امرالله سالی تاکید کرده است که در 48 ساعت دیگر این مشکل در تمام شهر کابل رفع خواهد شد معاون نخست ریاست جمهوری نگاشته که نمایش تابوت خالی در جاده ها و نصف لحوه های عجیب و غریب با عکس قبر و مواد تدفین روان مردم را می فشارد و باید پایان یابد هشدار به دفاتر رهنمای معاملات امرالله که مسئولیت رسیدگی به بحران امنیتی کابل را دارد میگوید سه باب خانه که طراحان حمله بر دانشگاه کابل در آن بود و باز داشتند تثبیت با و مورد تلاشی قرار گرفته است او میگوید از زیرزمینی خانه های مذکور سبوت از جنایت عاملان حمله بر دانشگاه کابل به دست آمده است امرالله صالح نگاشته که آن وعده از مسئولان رهنمای معاملات که در عقد قرارداد کرایه منازل هدایت ریاست عمومی امنیت ملی را زیر پا ساختند مطابق قانون برخورد خود صورت میگیرد امرالله صالح نگاشته که امید است که این هشدارها را تمام صاحبان چنین دفاتر جدی بگیرند امران خان ورده کابل شد امران خان نخست وزیر پاکستان ورده کابل شد مقام های افغان از آقای خان در میدان هوایی کابل پذیرایی کردند قرار است نخست وزیر پاکستان امروز با اشرف رئیس جمهور ملاقات و درباره روند صلح افغانستان و تقویت روابط دوجانبه جانبه گفتگو کند رئیس جمهور در چهارم ماه میزان سال جاری در یک تماس تلفنی با امران خان از او برای بازدید از کابل دعوت کرده بود همزمان با سفر امران خان ساکنان شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا نسبت به سفر وی اعتراض کردن و میگویند که سفر امران خان نمایشی است و هیچ تاثیر بر وضعیت افغانستان ندارد معترضان شهار دادند تا زمانی که در سیاست پاکستان در برابر افغانستان تغییر ایجاد نشود این سفرها به نفع صلح در افغانستان نیست امران خان در حال به کابل آمده که بمبست مذاکرات قطر همچنان پابرجاست این مذاکرات از دو ماه پیش آغاز شد اما دو طرف تاکنون در مورد آجاندا و اصول کاری آن به توافق نرسیدند این روزها هیچ خبر از این مذاکرات منتشر نمی شود نقش پاکستان که متهم به حمایت از طالبان است و بر این گروه نفوذ دارد در شکست بنبست مذاکرات صلح موثر دانسته می شود مقام های حکومت بارها در این زمینه خواستار همکاری شدند راکت طالبان در قندوز هفت غیر نظامی را شهید کرد وزارت دفاع میگوید بر اثر حملات راکتی طالبان بر خانه های مسکونی در مربوطات مرکز ولایت قندوز هفت غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع در تویت نگاشته است که طالبان شب گذشته چهارشنبه 28 اقرب بر های مسکونی در مربوطات منطقه تولکله مرکز قندوز هاوان شلی کردند به گفته او در این رویداد هفت غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و شش غیر نظامی دیگر زخمی شدند. طالبان تا در این زمینه چیز نگفتند پرتاب راکت از سوی طالبان بر خانه های مسکونی در گذشته هم از غیر نظامیان قربانی گرفته است حکومت میگوید طالبان عمدتا غیر نظامیان را هدف قرار میدهند جنایت جنگی در افغانستان دولت استرالیا عذرخواهی کرد پس از ایزان وزارت دفاع استرالیا با جنایت جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان دولت آن کشور از مردم و دولت افغانستان عذرخواهی کرد وزارت خارجه افغانستان پنجشنبه بیست نوی در اعلامیه گفت که نشر گزارش بازپرس ویژه ارتش استرالیا در مورد جنگی های جنگی برخی از نیروهای آن کشور اقدام لازم در جهت تامین شفافیت یا کسب ادمینان تامین عدالت و رسیدگی به قضایای مذکور است این وزارت گفته که نخست استرالیا تماس تلفنی با رئیس و وزرای امور خارجه و دفاع آن کشور هم با ارسال نامه از مردم و دولت افغانستان مذرت خواهی کردند. وزارت خارجه گفته که مقام های استرالیایی از تطبیق سفارتشان هیئت تحقیق به منظور تأمین عدالت و رسیدگی به فامیل های قربانیان به رهبری دولت افغانستان اطمینان دادن. این وزارت گفته دولت افغانستان صدا با استرالیا تخطی ها را تقبیه و آن را نابخشودانی دانسته نشر گزارش فوق و تعیین عیت تحقیق را گام مهم در جهت تحقق عدالت تلقی می نماید وزارت خارجه با قدردانی از عذرخواهی استرالیا گفته که هر دولت کرده دولت, دولت در تماس نزدیک با هم کار می تا سفارتشان حیات تحقیق تطبیق و عدالت تامین شود و همچنین به آسیب دیدگان رسیدگی و جبران خسارات صورت می گیرد وزارت دفاع استرالیا تایید کرد که نیروهای ارتش ارتشان کشور در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شده و سیونو غیر نظامی را و سود غیر قانونی کشتن طبق گزارش تحقیقاتی وزارت دفاع استرالیا که امروز منتشر شد شواهد معتبر وجود دارد که نشان میدهد نیروهای ویژه ارتش در جریان جنگ افغانستان مرتکب جنایت جنگی شدن در این تحقیق 75 حادثه سطح چهار سال درباره بدرفتاری نیروهای استرالیایی بررسی شده است فرمانده ارشد وزارت دفاع استرالیا گفته است که مورد خجالت آور در میان برخی سربازان فاش شده است او افزوده که تحقیقات نشان میدهد 25 سرباز نیروهای ویژه هوایی استرالیا در این کشتارها دست داشتند که هیچ کدام در درگیری جنگ روی نداده است این نظامی استرالیایی تصریح کرده است دانه می شود که هیچ یک از این در شرایط اتفاق افتاده که عامل ارتکاب دچار ابهام سردرگمی یا اشتباه بوده است گفتنی است که بدرفتاری نیروهای استرالیایی در افغانستان در طول سالهای اخیر همواره خبرساز بوده است اما این نخستین بار است که بخشی از تحقیق در این زمینه منتشر می شود. جنگ امرولا ساله با وکیل آینا ساله جزایر قدرت در قلب پایتخت ای موسوی خبرگزاری افاق کابل همچنان امن نیست و این دستور کار تکراری نشستهای های صبحگاهی امرولا ساله است با آنکه او تیم ششونی می تدابیر و تصمیم هایی که در این نشست ها گرفته می شود تغییر در وضعیت امنیتی پایتخت ایجاد نکرده است پایتخت زیر فشار سنگین هسته های ترور بان های توهکار شبکه های جرمی و مافیایی سارقان مسلح و البته عناصر تفنگدار غیر و قانون شکنی که اگر به درستی ردیابی شوند در نهایت سر از یک جزیره قدرت برمی آورند و از حمایت های پیدا و پنهان کسان برخوردارند که در لباس قانون بدون اعتناع به لزومات آن اهداف و منافع خود را تعمین می کند. در تازه ترین رویداد امرولا سال معاون اول ریاست جمهوری میگوید کابل از اقدام محافظان یک نماینده مجلس که میخواستند در روز روشن یک تاجر را اختطاف کنند جلوگیری کرده است و شنبه 24 اقرب با اداره گزارش جلسه ششونی خود با مسئولانی امنیتی کابل گفتگو کرده است سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سبسکرایب نمایید تا ویدیوی دیگر بدرود